دوستان سلام در سوم شهریور سال 1320 یعنی درست 78 سال پیش کشور ایران مورد حمله ارتشای متفقین قرار گرفت یعنی اتحاد شوروی یا روسیه امروزی از شمال و انگلستان از جنوب و غرب به ایران حمله ور شدند و حمله آنان پایان کار رضا بود من دیدم با مناسبت سوم شهریور بهترین کاری که میتونم بکنم این هستش که اون بخش از کتاب رضا رو که در حقیقت بخش آخر این کتاب میشه تحت عنوان پایان کار رضا براتون قرائت بکنم هیچ کس تصور نمیکرد جنگ جهانی دوم پایان کار رضاشاه را با خود به همراه بیاورد وقتی در شهریور سال 1318 و با یورش آلمان به لهستان جنگ جهانی دوم آغاز شد هیچ کس در ایران احتمال نمیداد که آتش آن درگیری دامن حکومت قدرتمند و پرسلاوت رضاشاه را هم بگیرد وزارت خارجه ایران دو روز بعد از شروع جنگ در یازدهم شهریور رسما بیطرفی کشور را اعلام نمود حتی خود کشورهای درگیر جنگ هم احتمال نمیدادند که دامنه جنگ به ایران بکشد اما چه شد که متفقین یعنی اتحاد شوروی و انگلستان دو سال بعد ایران را گرفتند و خواهان برکرانی رضاشاه شدند اگر خواسته باشیم خیلی خلاصه بگوییم با شروع جنگ ارتش هیتلر با سرعتی باور نکردنی در اروپا شروع به پیشروی کرد. در پایان سال نخست جنگ آلمان موفق شده بود تمامی اروپا را به استثناء روسیه اشغال کند و علاوه بر آن در شمال آفریقا هم پیشروی هایی داشت. محاصره دریایی انگلستان و بمباران منظم و گسترده این کشور به گونه ای در آمده بود که تصرف آن توسط آلمان دیگر خیلی دور از ذهن به نظر نمی رسید. هیتلر با توجه به اینکه انگلستان را دشمن اصلی خود می دانست با جوزف استالین رهبر اتحاد شوروی کنار می آید. اما پیشروی های نظامی موفقیت آمیزش به تدریج او را وسوسه می کند که این پیمان صلح را زیر پا بگذارد. برخی اتفاقات بر سر تقسیم مناطقی که آلمان تصرف کرده بود از جمله تقسیم فنلان نیز به وسوسه حمله به شوروی دامن میزند سرانجام در 27 آذر 1319 مطابق با 19 ژانویه 1940 فرماندهان نظامی آلمان حمله به روسیه و گشودن جپه شرق را آغاز می کنند و با شروع تابستان در اول تیر 1320 یورش گسترده ارتش آلمان به شرق یعنی روسیه شروع می شود. در ابتدا همه چیز خوب پیش می رفت و آلمانی ها می خواستند تا قبل از فرارسیدن زمستان خود را به مسکو و قفقاز برسانند. منابع نفتی قفقاز هدفی استراتژیک برای ارتش آلمان بود اما به تدریج پیشروی ارتش آلمان در روسیه کنتر و کنتر میشد علیرغم آنکه بخش عمده ای از نیروهای هوایی و زرهی روسها در همان ماههای اولیه جنگ از پای در آمده بودند اما جنگ در این کشور به سرعت از وضعیت جنگ کلاسیک میان ارتشها خارج میشد به صورتی که میلیون نفر از مردم عادی روسیه سلاح برداشته و به دفاع از انقلاب و میهن برخاستند. تلفات روسها بسیار سنگین بود و آلمانی ها با بیرحمی از جمله با کشتارهای دست جمعی میکوشیدند مقاومت آنان را در هم بشکنند. اما ایستادگی مردمی یا جنگ میهنی جلوی پیشروی ارتش آلمان را گرفته بود هیتلر برای غلبه بر مقاومت روسها مجبور شد از جبه های دیگر واحدهای نظامی بیشتری را راهی جبهه شهر کند و این کار موجب شد انگلیسی ها برای نخستین بار از آغاز جنگ نفس راحتتری بکشند زمینگیر شدن ماشین نظامی آلمان در روسیه نقطه عطفی در جنگ به حساب می آمد. تداوم مقاومت روسها برای انگلیسی ها حالا دیگر جنبه حیاتی پیدا کرده بود اما آن مقاومت مستلزم کمک های استراتژیک نظامی از جانب انگلستان و متحد جدید متفقین یعنی آمریکا بود با توجه به اشغال تمامی اروپا توسط ارتش هیتلر و ناامنی مسیر دریایی مدیترانه دریای سیاه بر اثر فعالیت رزمناوهای آلمان تنها مسیر انتقال تسلیحات غذا سوخت دارو و سایر مایحتاج به روسا از طریق خلیج فارس و ایران بود و چنین شد که متفقین به ایران آمدند اما در خصوص مسیر ایران دو ملاحظه یا دو دقدقه مهم وجود داشت نخست حضور تعداد قابل توجهی آلمانی در ایران و تمایل اگر نگفته باشیم طرفداری مقامات ایرانی از آلمان علا رقم اعلان رسمی بیطرفی حضور آلمانی ها در ایران البته موضوع تازه ای نبود پیشتر گفتیم که آلمان تنها کشور خارجی بود که رضاشا با طیب خاطر با آن همکاری میکرد. به روی کار آمدن نازی ها و سبک و سیاق فکری و مملکتداریشان نزدیکی میان ایران و آلمان را بیشتر هم می کند. وقتی جنگ شروع شد هزاران آلمانی در ایران به فعالیت های اقتصادی، صنعتی و عمرانی اشتغال داشتند. دولت انگلستان از همان ابتداع شروع جنگ در این مورد به تهران فشار می آورد و با توجه به حساسیتی که در خصوص صنایع نفت ایران در جنوب می داشت حضور آن تعداد آلمانی در ایران را نگران کننده می دانست. لندن خواهان اخراج آنها از ایران بود و پاسخ تهران هم روشن بود. آلمانی ها که در ایران به سر میبرند هیچ ارتباطی با مسائل جنگ و جاسوسی نداشته و صرفا در امور فنی و تخصصیشان سرگرم کارند فلواقع رزاشا این تقاضا را از جانب انگلستان مداخله آشکار و علنی آن کشور در امور داخلی ایران میدید پاسخهایی را که ایران از زمان جنگ شروع به این اعتراض به لندن میداد باید در بهترین حالت دفع الوقت و در بدترین حالت ایستادگی در برابر لندن تلقی کرد متفقین میدانستند که به واسطه این نفرت تاریخی نسبت به روسیه و انگلستان در میان ایرانیان علی اعلان بیطرفی رسمی دولت بسیاری از مسئولان و کسر قابل توجهی از چهرهها و شخصیتهای ایرانی طرفدار آلمان هستند در شرایط عادی نه حضور آلمانی ها و نه جانبداری ایرانیان از آن کشور اهمیت چندانی برایشان نداشت اما وقتی قرار شده بود هزاران تن سوخت دارو مواد غذایی و تسلیحات از منتعلیه جنوب ایران در خلیج فارس به منتعلیه شمال آن در مرزهای شوروی انتقال یابند وجود دولتی که در ظاهر اعلان بیطرفی کرده بود اما قلبا طرفدار آلمان بود به علاوه حضور هزاران آلمانی در کشور شرایط مطلوبی به حساب نمی آمد. فشار نظامی آلمان چنان انگلستان را فلج کرده بود که مجبور بود خطر کشاندن ارتش شوروی به خاک ایران را بپذیرد بدین ترتیب بود که در عواسط تابستان 1320 حمله متفقین به ایران و بر کناری رضاشاه دیگر قطعی به نظر می رسید. اما در ایران استبداد حکومتی سفت و سختی که به تدریج در سالهای پایانی حکومت رضاشاه ابعاد آن گستردهتر هم شده بود مانع از آن میشد که رهبر کشور در جریان واقعیتها قرار بگیرد با رفتن تیمورتاش داور فیروز و سایر نزدیکان از یک سو و خانهنشینی و سکوت امثال فروغی و تقیزاده از سوی دیگر بار سنگین حکومت بر دوش خود رضاشا اینک قرار گرفته بود. خلقیات منفیش در خصوص بیاعتمادی و بدگمانی نسبت به نزدیکان و تحمل ناپذیریش نسبت به سخنان ناگوار افزایش هم پیدا کرده بود. از مدت ها پیش نزدیکان صرفا اطلاعات اخبار و مطالبی را به عرض علا حضرت همایونی می رسندن که باعث تکدر خاطر ملوکانه نشود و در بسیاری از موارد برای آنکه مورد قذب علا حضرت قرار نگیرند ترجیح می دادن از گفتن حقایق بپرهیزند رضاشاه به مانند بسیاری دیگر از ایرانیان غالبا از آلمان طرفداری میکرد. لذا اطرافیان و دولت مردانش حتی اگر متوجه تغییر و تحولات به وجود آمده در جبهه های جنگ شده بودند که یقینا شماری از آنها متوجه شده بودند، معزالک جرئت نمی‌کردند واقعیت‌ها را به سمع و نظر همایونی برسانند. بدین ترتیب همزمان که متفقین داشتند برای حمله گسترده نظامی به ایران آماده می شدند رزاشا و بسیاری دیگر از دولت مردان و فرماندهانش احتمالا رسیدن ارتش آلمان به مرزهای ایران از طریق قفقاز را انتظار می کشیدند. ایرانیان به نظر می رسد احتمال حمله متفقین را از اساس تصور نکرده بودند چه رسد به آنکه آن را جدی تلقی کرده و در پی تمهیداتی برای مقابله با آن برآمده باشند کمتر از دو هفته قبل از حمله علی منصور نخست وزیر ایران در ملاقاتی که به درخواست سر ریدار بولارد و آندری اسپیرانوف سفرای انگلستان و شوروی در تهران صورت میگیرد در پاسخ به تقاضای مجدد و مکرر آنها مبنی بر اخراج آلمانی ها باز هم به دفع الوقت متمسک می شود. بولارد اخراج حداقل چهار پنجم آلمانی های مقیم ایران را حالا درخواست کرده بود و علی منصور نخست وزیر ایران خاطر نشان می سازن که اخراج این تعداد آلمانی نه تنها با اصل بیطرفی ایران در جنگ مقایرت پیدا می کند بلکه نقض معاهده تجاری میان ایران و آلمان نیز محسوب می شود. سفرای روسیه و انگلستان یک بار دیگر در 25 مرداد یعنی یک هفته قبل از حمله به ایران با علی منصور ملاقات می کنند و مجددا تقاضای رسمی دولتهایشان را به اطلاع وی میرسانند اما نخست وزیر گویا هنوز متوجه خطر نشده است سرانجام بعد از نیمه شب سوم شهریور 1320 ارتش های روسیه و انگلستان حسب توافقها و هماهنگی که قبلا صورت گرفته بوده به ایران حمله می کنن. نیروی دریایی انگلستان کشتی های جنگی ایران و واحد های زمینی این کشور خرمشهر و آبادان را تصرف می کنند و به سمت اهواز شروع به پیشروی می نماین. روس هم انزلی، رشت و تبریز را بمباران می کنند و نیروی زمینیشان همزمان وارد خاک ایران می شود. با روشن شدن هوا، نیروی هوایی دوقدرت به بمباران پادگان ها و مراکز نظامی ایران می پردازند. بر روی شهرهای تبریز، رشت، اردبیل و مشد اعلامیه از هوا ریخته می شود که در آنها به زبان فارسی به مردم ایران توضیح داده شده است که دولت ایران به رقم اعلام بیطرفی همچنان با آلمان همکاری میکرد و متفقین چاره جز حمله به کشور شما نداشتند. همان شب و دقیقتر گفته باشیم در ساعت چهار و رب بامداد سفرای روسیه و انگلستان به منظر علی منصور نخست وزیر ایران رفته و پیام دولتهایشان را به وی تسلیم می کنند. متن پیام از این قرار بود. چون دولت ایران یادداشت‌های 19 ژوئیه برابر با چهار تیر و 16 اود برابر با 25 مرداد متفقین را مبنی بر درخواست اخراج اتباع آلمان همچنان نادیده میگیرد بنابر این و متاسفانه دولت های مطبوعشان جز توسل به زور چاره دیگری نداشتند نیروهای بریتانیا و شوروی اساء وارد خاک ایران شده‌اند. منصور ساعت هفت صبح خودش را به می می‌رساند. و خبر حمله به ایران و یادداشت مشترک سفرای روسیه و انگلستان را به اطلاع اعلی حضرت میرساند رضا شاه بلا فاصله جلسه با حضور سران قوا تشکیل می دهد. برخی از آنها هنوز متوجه حمله متفقین نشده بودند اما برخی دیگر از طریق رادیو بی بی سی خبر داشتند جالب است که همون بیماری سوء زن مجددا به سراغ ضاشا میآید به نخست وزیرش علی منصور شک میبرد، که در تبانی با انگلیسی ها تعمدن حقایق اوزارا را از وی مخفی کرده است. رزاشاه نمی درک کند که در نتیجه رویه استبدادی و فضای ترس و وحشتی که در اطراف وی به وجود آمده بود، از مدتها پیش اطرافیان و نزدیکانش جرأت نمیکردند او را در جریان واقعیتها قرار دهند رزاشا قربانی توطعه و تبانی برخی از اطرافیانش نشده بود بلکه اطرافیان ترجیح میدادند صرفا مطالبی را به اعلیحضرت حضرت بگویند که او دوست دارد آنها را بشنود و نه لزوما واقعیتها را سه روز بعد علی منصور استعفا میدهد رضاشاه که از گذشته های دور میدانست انگلیسی ها نگاه مثبتی نسبت به فروغی دارند بعد از نزدیک به شش سال خانه نشینی به دنبال فروغی میفرستد و دو روز بعد فروغی کابینهش را به استحضار علا رسانیده و به مجلس معرفی می کند. رزاشا به فروغی می گوید به اطلاع سفرای روسیه و انگلستان برساند که ایران تمامی شرایط متفقین را پذیرفته و با آلمانی از ایران اخراج خواهند شد و متقابلا از آنها میخواهد که پیشروی نظامیشان را متوقف کنند اما پیشروی متفقین به سمت پایتخت همچنان ادامه مییابد بیشترین نگرانی رضاشاه از پیشروی روسها به سمت قزوین بود رضاشاه میدانست که رهبران روسیه به واسطه سرکوب کمونیستهای ایرانی چقدر از وی متنفر شدهاند صبح روز معرفی دولت فروغی به مجلس پانزده فروند هواپیمای بومبفکن قولپیکر شوروی بر فراز تهران به پرواز در می و فرودگاه نظامی تهران یا همان قل مرقی و کارخانه سیمان ری را بمباران می کنند. بمباران ها وضع پایتخت را بر هم می ریزد. ترس و وحشت تهران را در خود فرو می برد. صفای طولانی در مقابل نانبایی ها تشکیل می شود و مردم به دنبال دستیابی به ارزاق عمومی به مغازه های خاربار فروشی حمله بر می شوند. رزاشا خود شخصا برای پی بردن به وضعیت پایتخت به خیابان ها و سپس سربازخانه ها می رود. از وضعیت خالی سربازخانه ها دچار تعجب توعم با خشم می شود. وقتی از فرماندهان علت امر را میپرسد به او پاسخ میدهند فرماندهان نظامی دستور تخلیه پادگان ها را صادر کردند رضا بلافاصله به کاخ مرمر بازگشته فرماندهان نظامیش را احضار میکند سرلشکر احمد نخجوان وزیر جنگ سرلشکر عزیزالله الله زرقامی رئیس ستاد مشترک ارتش سرلشکر مرتضای یزدانپناه فرمانده دانشکده افسری و سرتیب احمد خسروانی فرمانده نیروی هوایی در جلسه حاضر می شوند. رزاشا با چوب دستی تعلیمیش با آنان حمله ور شده ضمن دادن فوشای رکیک آنها را متهم به خیانت می کند. به احتمال زیاد منظور او از آن کار بیان این انتظار بود که فرماندهان نظامی می جلوی هرج و در شهرهای بزرگ را می گرفتند و نمیگذاشتند حاکم شود. اما پس از انتشار خبر این ماجرا در محافل تهران این حرکت به معنای آن تعبیر می شود که رضاشا خواهان مقاومت در برابر پیشروی متفقین است خبر این اقدام به سرعت بدگمانی انگلیسی ها نسبت به وی را افزایش می دهد. گرچه ایران شرایط متفقین را پذیرفته و تسلیم شده بود اما رضاشاه همچنان خود را پادشاه میدید. او هنوز متوجه نبود که یک که از خورده است. او پس از سالها حکمرانی مقتدرانه نمی توانست بپذیرد که در مملکت خودش دیگر کاری نیست. تا آنکه بمبافکن‌های های روسی پایتختش را بمباران کردند و او تازه به تدریج متوجه می که در کشور چه شده. این واقعیت که دولت ایران رسما تسلیم شده و به ارتش دستور آتش بس و ترک مخاسمه داده بود اما علا رقم اینها ارتش های شوروی و انگلستان همچنان به سمت پایتخت پیشروی می کردن. برای رزاشا این واقعیت تنها یک معنا داشت او می بایستی از قدرت کناره بگیرد آنچه رزاشا نمیدانست آن بود که انگلستان نه تنها درخواست کنارگیری وی از قدرت را به فروغی ابلاغ کرده است بلکه حتی دستور داده که وی باید هرچه سریعتر ایران را ترک کند رزاشا حالا دیگر فقط یک تقاضا داشت واگذاری سلطنت به محمد رضا ولیعهدش وقتی فروغی آن خواسته را با بولارد متکبر و متفرعن در میان گذاشت سفیر در پاسخش گفت او یعنی رضاشاه در جایگاهی نیست که در خصوص آینده ایران نشسته و مذاکره و چانهزنی کند بولارد از فروغی میخواهد به پادشاه اطلاع دهد که او فقط باید هرچه سریعتر از ایران برود و اضافه میکند که اگر ارتش شوروی به پایتخت برسد انگلستان نمیتواند جان اعلیحضرت را تصمین نماید فروغی در رساندن پیغام سفیر تعلل می کند زیرا نمی تواند آن مطالب را سراحتا به استهزار علا حضرت برساند رزاشا که منتظر تصمیم انگلستان است همه پروتکل ها و ضوابط را زیر پا می گذارد و شخصا با کالسکه به منزل فروغی می رود فروغی هم دستورات متفقین را به وی اطلاع می دهد. رزاشا از فروغی می خواهد متن استفانامش را بنویسد. میگویند پس از آن ملاقات تاریخی قبل از ترک منزل فروغی چشم رزاشا به پسر بچه خردسالی می افتد که با ادب به وی در حالت خبردار سلام گفته و ادای احترام می کند. وقتی رزاشا پرسید او کیست فروغی می گوید پسر سردار اسدی است که چند سال قبل رضا شاه او را اعدام کرده بوده متن استعفا ای که فروغی برای رضا شاه نوشت خیلی خلاصه و در عین حال ساده بود نظر به اینکه من همه قوای خود را در این چند سال مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام حس می کنم که اینک وقت آن رسیده که یک قوه و بنیه جوانتری به کارهای کشور که مراقبت دائم لازم دارد بپردازد تا که اسباب سعادت ملت را فراهم سازد بنابراین امور سلطنت را به ولیعه و جانشین خود تفویز کرده و از کار کناره گرفتن فروغی قبل از قرائت استعفای رضاشاه در مجلس سر راه در سفارت انگلستان توقف کرده و به بولارد اطلاع می دهد که رضاشاه عازم خروج از کشور است. فروغی هنوز یک کار دیگر داشت و آن هم انتقال همه اموال و املاک رضاشاه به ولیعهد طی سند رسمی بود. مقدمات حرکت رضاشاه به سمت جنوب از یکی دو روز قبل فراهم شده بود. او به بوشه رفت و از آنجا با کشتی بند را ایران را به مقصد کلکته ترک کرد و یا دقیق تر گفته باشیم مجبور به ترک شد وقتی رضا شاه برای آخرین بار با پسرش محمد رضا گفتگو گفتگو و خداحافظی می کند از وی می پرسد آیا می توانی تاج و تخت را حفظ کنی؟ محمد رضا ساکت می ماند شاه اصرار می ورزد. و به وی میگوید من در حفظ تاج و تخت کوتاهی نکردم ولی نیروهای قوی تر از من توانستند من را شکست دهند من سلطنت را برای تو حفظ کردم آیا تو قادر هستی آن را حفظ کنی و قبل از اینکه ولیعهد یا در حقیقت پادشاه جدید پاسخی بدهد به سوی رولز رویس مشکی آماده حرکتش گام برمیدارد و اندکی بعد از ساعت هفت بامداد روز 26 شهریور به سمت اصفهان حرکت می کند. رزاشا که حالا دیگر شاه مخلوع به حساب میآمد، به درستی نمیدانست انگلیسا چه خوابی برایش دیدن. گروه تبعید شدگان شامل 20 نفر از جمله هفت پیشخدمت و آشپز و سیزده تن دیگر از اعضای خانواده رزاشا بعد از ظهر هفت مهر به بندر رسیدند. رسیدن. نظر به اینکه هوا در ساحل بسیار گرم بود رزاشا به خانوادهش دستور داد شب را در کشتی که بسیار خنکتر بود بگذرانند ولی خودش اصرار داشت که آخرین شب را در خاک ایران بماند روز بعد کشتی ایران را به مقصد بنبایی ترک کرد اما در آنجا رضاشا در میابد که مقصد نه که در حقیقت بمبعی است. در بندر بمبعی انگلیسی ها به رضاشا و همراهانش اطلاع دهند که با خروج آنها از کشتی موافقت نشده و باید همچنان در کشتی بمانند تا به جزیره موریس در نزدیکی آفریقای جنوبی منتقل شوند. پس از نه روز دیگر اقامت در کشتی تبعید شدگان به بندر پورت پایتخت جزیره موریس وارد می شوند. رزاشا اصرار داشت میهمان دولت انگلستان نباشد. به علاوه تقاضا کرد به کانادا یا یک کشور دیگر فرستاده شود. اما انگلیسی ها با این خواسته موافقت نکردند. آب و هوای جزیره موریس بسیار نامطلوب بود و اسباب گلایه رزاشا شد. سرانجام در فروردین سال بعد دولت انگلستان پذیرفت که او به اتفاق علیرضا و عبدالرضا پسرانش و چند تن دیگر از نزدیکان به بندر پورتلوی در آفریقای جنوبی و پس از دو ماه نهایتا به جوهانسبورگ فرستاده شوند. آب و هوای جوهانسبورگ خیلی بهتر از جزیره موریس بود. رضا شاه در یک منزل نسبتا بزرگ اما ساده اسکان داده شد. او به تدریج بسیار کم حرف و افسرده شد. تنها سرگرمیش قدم زدن در باغچه حیات محل اقامتش بود. او هرگز تصور نمیکرد که در اوج قدرت، شوکت و اقتدار به فاصله چند روز دچار چنین سرنوشتی شود. احتمالاً در آن ساعات خلوت و تنهایی وقتی در باغچه محل اقامتش در جوهانسبورگ قدم میزد و سیگار میکشید بارها و بارها سناریوی سقوطش را در ذهن مرور کرد یقینا خیلیها و در رأسشان انگلستان را مسبب آن تراژدی میپنداشت و به جد معتقد بود که همه آنچه که در سوم شهریور اتفاق میافتد زیر سل لندن بوده است و شاید هیچگاه از ذهنش نگذشت که در به وجود آمدن آن وضعیت خودش چقدر تقصیر داشته نه دوست داشت با نزدیکانش صحبت کند و نه مطالعه یا کار دیگری میکرد افسردگی سیگار و مشروب تنها دوستان و هم صحبت وی در آن سه چهار سال آخر زندگیش بودند به تدریج دچار ناراحتی قلبی شد مرضی که باعث شد پیاده روی آن آخرین تفریحش را هم از او بگیرد در ماهای آخر غالباً روی تخت استراحت میکرد و به ندرت دیگر قادر به راه رفتن بود و سرانجام در ساعت پنج صبح چهار مرداد سال 1323 تنها و در تبعید در اثر حمله قلبی درگذشت. سوم شهریور 1398